تجمعات اعتراضی معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور با شعار آزادی معلمان و کارگران زندانی و علیه استبداد سیاه حاکم به مناسبت روز معلم. خانم مریم رجوی با درود به معلمان و فرهنگیان به پا خواسته، هموطنان به ویژه دانشجویان و دانش آموزان را به حمایت از مطالبات به حق آنها فراخواند. اعتراضات غارت شدگان در مشهد و حمله نیروهای سرکوبگر رژیم، تجمع اعتراضی در تهران برای آزادی دستگیر شدگان روز کارگر، کنفرانس در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن، معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران، چگونه سفارت‌های آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می‌کنند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران پیرامون انتصاب دشخیم علی القاسی به عنوان دادستان جدید رژیم در تهران، یکی از آخرین جنایات القاسی در شیراز اعدام مخفیانه دو نوجوان 17 ساله و شلاق زدن آنها قبل از اعدام بود. خانم مریم رجوی روز 10 اردیبهشت اعدام مخفیانه دو نوجوان 17 ساله در شیراز و شلاق زدن آنها قبل از اعدام را یک جنایت تکان دهنده برخلاف همه معیارها و موازین انسانی و اسلامی و حقوق بشر توصیف کرد. همزمان با این حرف خامنه ای که نظام از همه طرف مورد تهاجم قرار گرفته و با آرایش جنگی مواجه است، رئیس جمهور ولایت فقیه سال 98 را سالی بسیار سخت توصیف کرد و به باندهای متخاصم ولایت هشدار داد که ما در شرایط جنگ هستیم. شرایطی که دشمنان ما در سال 97 و ادامش در 98 دارن برای ما به وجود میارن شرایط بسیار سختی هست. یعنی دشمن ما رو وارد یک جنگ بزرگ اقتصادی و روانی کرده. شکست مأموریت ظریف در آمریکا، ذلت و خاری آخوند روحانی در کرمانشاه، رئیس جمهور ارتجاع برخلاف شاخ و شانه کشیدن‌های قبلی به استغاثه و منت کشی از عربستان و امارات روی آورد و گفت از خداوند استدعا می کنیم که با رژیم ایران کار کنند. سرکرده ارتش تحت امر خامنه ای: تهدیدات جدی است، همه نیروها باید یگانهای خودشان را با تفکر شب حمله ای آماده کنند و بازی جنگ را دائما تمرین کنند. خبرگزاری بلومبرگ: ترکیه به جای خرید نفت از رژیم ایران، خرید بیشتر نفت از عراق را مد نظر قرار داده است. روشنگری و موضع شجاعانه نرگس غفاری، مسئول رادیوی ایراوا در کانادا، درباره تطمیع و تهدید اطلاعات سپاه پاسداران برای همکاری با رژیم و تحت فشار قرار دادن یکی از اعضای خانواده در ایران. تجمعات اعتراضی معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور با شعار آزادی معلمان و کارگران زندانی و علیه استبداد سیاه حاکم به مناسبت روز معلم. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم
روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه همزمان با روز معلم، معلمان و فرهنگیان شریف و آزاده در سراسر کشور اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل ادارات آموزش و پرورش رژیم کردند. این تجمعات از صبح پنجشنبه در 36 شهر از 17 استان برگزار شد و طی آن معلمان و فرهنگیان با سر دادن شعار سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد مردمی رژیم آخوندی را محکوم و خواستار آزادی معلمان و کارگران و دانشجویان زندانی شدند. تظاهرات اعتراضی معلمان از جمله در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، اهواز، رشت، همدان، یزد، کرج و همچنین در ده‌ها شهر دیگر در استانهای مختلف برگزار شد و طی آن معلمان خواستار احقاق حقوق خود شدند. شاعر معلمان، خبرنگار سیمای آزادی. در تهران معلمان و فرهنگیان آزاده در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم دست به تجمع زدند. همزمان رژیم آخوندی در وحشت از گسترش اعتراضات، ماموران ضد شورش و لباس شخصی های خود را برای کنترل معلمان معترض به مقابل اداره کل آموزش و پرورش رژیم واقع در خیابان طالقانی گسیل کرد. اما معلمان بی‌اعتنا به این بسیج سرکوبگرانه رژیم با سر دادن شعار به تجمع خود ادامه دادند و خواستار آزادی معلمان، کارگران و دانشجویان زندانی شدند. اینجا کسی هم میشه باید؟ تو شعه یا نیروهای سرکوبگر رژیم در وحشت از گسترش اعتراضات معلمان به جان آمده به این تجمع یورش برده و جمعی از معترضان را بازداشت و با خود به محل نامعلومی برده. آقا در رو میدنی؟ Thank you.
بگه آقا چی گفت بگه چی خوب معلم توست معلم توست معلم توست این معلم توست حقوق ما دو میلیون چیزی نگفت گرفتنش آقا هره میرن بلا سرش میارن حالا توسه میفتن سراغش معلم زندانی آزاد باید گردن 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 آزاد باید گردن. در مشهد معلمان و فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در این شهر تجمع کردند و علیه استبداد حاکم بر میهن شعار دادند و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. معلم راهنماست استبداد بر فناست. 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 معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. کارگر معلم اتحاد اتحاد. 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 میهن زندانی آزاد باید گردد. در جریان تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در مشهد یکی از فرهنگیان پیشکسوت طی سخنانی در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم گفت در کرمانشاه به مناسبت روز معلم جمع بزرگی از معلمان و فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در کرمانشاه تجمع کردند و علیه سیاست‌های ضد مردمی رژیم آخوندی شعار سر دادند. تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم. 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 این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی. این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده. فلاکت عمومی. حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی. حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی. تبرم گرالی جواب بده را.
در کرج معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم تجمع کردند و با سر دادن شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، سیاست‌های جنگ افروزانه رژیم در منطقه را محکوم کردند. سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. حق ما حق شماست، مردم به ما قل حق شوید. حق ما حق شماست، مردم به ما قل حق شوید. در رشت معلمان و فرهنگیان به مناسبت روز معلم در مقابل اداره کل آموزش و پرورش رژیم در این شهر تجمع کردند و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. همزمان با سایر شهرها جمعی از معلمین و فرهنگیان در اهواز نیز در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم دست به تجمع و اعتراض زدند. یکی از معلمین معترض در این تجمع گفت: زندانی به دلیل اینکه از ماها حمایت کردن و دارن به جای ما هزینه میدن. همکارای عزیز و باسابقه و پیشکسوت جا داره که همون شعار بدیم جای معلم زندانی. معلم زندانی آزاد معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. در سایر شهرهای میهن از جمله در شیراز، تبریز، سنندج، ارومیه، یزد، قزوین، تربت حیدریه، دیواندره، اردبیل، همدان، جوانرود، مریوان، علی گودرز، ساری، اصفهان، سقز، دهگلان، کوهدشت، همایون شهر، نجف آباد، درود، عراق، خرم آباد، ممسنی، بوکان، اسلام آباد غرب، ایلام، کامیاران، مهاباد و ملار در استان تهران معلمان و فرهنگیان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در تجمع معلمان و فرهنگیان همدان یکی از پیشکسوتان فرهنگی طی سخنرانی گفت: از این حجم بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به آموزش و پرورش زخم‌های جبران ناپذیر خورده و خسارت‌های عظیم دیده است. ما اینجاییم تا اعلام کنیم هیچ احضار، تهدید، بازداشت، پرونده سازی، حبس و تبعید نمیتواند یک مجموعه تحت ستم و مظلوم را وادار به سکوت کند. تا تبعید و بی‌عدالتی هست ما در برابر آن خواهیم ایستاد و سکوت نخواهیم کرد. افتخاری برای نهادهای پیدا و پنهان قدرت نیست که با تهدید ستم دیدگان را وادار به سکوت کنند، در حالی که دزدها، رانتخاران و نجومی بگیران با آزادی تمام اقتصاد کشور را زیر و رو کردند. خانم مریم رجوی با درود به معلمان آزاده و به پاخواسته در شهرهای مختلف گفت: معلمان و فرهنگیان شریف و آزادی میهنمان با اعتراضات سراسری روز معلم و با ایستادگی شجاعانه در برابر سرکوب و ستم و تبعیض و اختلاس و فریاد زدن مطالبات برحقشان، خواستهای آزادی خواهانه و عدالت طلبانه عموم مردم ایران
و خشم و انزجار آنها از دیکتاتوری آخوندی را نشان دادند. خانم رجبی هموطنان به ویژه دانشجویان و دانش آموزان را به حمایت از معلمان و خواستهای به حق آنها فراخواند و از مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و اتحادیه‌های معلمان در سراسر جهان خواستار محکومیت رژیم فرهنگ ستیز آخوندی و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان و معلمان زندانی شد. روز پنجشنبه غارت شدگان مؤسسه پدیده وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به چپاولگری های حکومت آخوندی در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع کردند و علیه کارگزاران رژیم شعار سر دادند. نیروهای سرکوبگر انتظامی و ضد شورش با گاز فلفل به غارت شدگان حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و شماری از آنها را دستگیر کردند. سهامدارای پدیده را اینجوری میبرند سر بنید. اینا یکی دیگه از سهامدارا اسپری فلفل زدن با باتون اومدن سراغ ملت. شدگان با سردادن شعار در مقابل یورش وحشیانه آنها با شعار هیهات من نزله مقاومت کردند. بعد از ظهر روز چهارشنبه 11 اردیبهشت بستگان بازداشت شدگانی که در جریان تجمعات اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس ارتجاع و در خیابان ابوریحان مقابل ارگان حکومتی موسوم به خانه کارگر دستگیر شده بودند، در مقابل بازداشتگاه رژیم در خیابان وزرا در تهران تجمع کردند و خواستار آزادی دستگیر شدگان گردیدند. کنفرانس در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن. معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران. چگونه سفارت‌های آخوندها
شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می کنند. روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه در یک کنفرانس مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خبری بین‌المللی در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن برگزار شد، کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران چگونه سفارت‌های آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می‌کنند معرفی شد. این کتاب شامل 3 تقریض است که توسط فرماندار تامبریج، وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا فرانسیس تاونزند، مشاور سابق امنیت داخلی آمریکا و لوی فری، رئیس پیشین FBI در ضرورت انتشار این کتاب نوشته شده است. کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران در 194 صفحه و در 6 فصل تدوین شده و در اختیار رسانه‌های بین‌المللی و هیئت‌های دیپلماتیک، سنای آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا و ارگان‌هایی که در واشنگتن هستند قرار داده شده است. در این کنفرانس که با مدیریت سفیر آدام ارلی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شد، ابتدا علی صفوی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت، توضیحاتی درباره ضرورت انتشار این کتاب در شرایطی که رژیم بیش از پیش به اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف روی آورده است، ارائه داد. سپس علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت، به تشریح اجزای این کتاب پرداخت. به گفت سفارت‌های رژیم در کشورهای غربی پایگاه امنی برای حضور ماموران وزارت اطلاعات برای انجام عملیات تروریستی هستند. این سفارت‌ها در گذشته نقش کلیدی در عملیات تروریستی رژیم در کشورهای مختلف ایفا کردند. وی با یادآوری اقدامات و توطئه‌های رژیم علیه مقاومت در کشورهای مختلف از جمله پاریس و آلبانی و نقش تنگاتنگ وزارت اطلاعات رژیم با سپاه پاسداران گفت رژیم تنها در سال 2018 10 اقدام یا توطئه تروریستی در اروپا و آمریکا را علیه مجاهدین سازمان داد. وی خواستار ریسک‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات رژیم و بستن سفارتخانه‌های رژیم در کشورهای مختلف به عنوان مراکز پیشبرد تروریسم حکومت آخوندی شد. در فصل اول کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران چگونه سفارت‌های آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می‌کنند، تأکید شده که رژیم در تنگنای بحران‌های مرحله پایانی و مواجهه با خطر قیام سرنگونی تنها راه برون رفت خود را در تروریسم و شیطانسازی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت یافته است. در فصل دوم این کتاب به نقش کلیدی و محوری سفارت‌های حکومت آخوندی در عملیات تروریستی از جمله در آلبانی، اتریش، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و ترکیه پرداخته شده است. در این فصل همچنین نمونه‌هایی از کارکردهای سفارتخانه‌های رژیم علیه مجاهدین به ویژه در آلبانی تشریح شده است. بررسی برخی از سرکردگان عملیات تروریستی رژیم از جمله رضا امیری مقدم، اسدالله اسدی، غلام حسین محمد نیا، مصطفی رودکی و عرض پیما محتوای فصل سوم کتاب است. فصل بعدی کتاب توضیح می‌دهد که چگونه تروریست‌های مانند محمد جعفری سهرارودی، انیس نقاش و کاظم دارابی پس از بازگشت به ایران ارتقاء درجه یافته و در کنار سران حکومت آخوندی به طراحی توطئه‌های جدید مشغول می‌شوند. فصل پنجم کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران به نشان دادن ساختار تصمیم‌گیری برای طراحی و انجام عملیات تروریستی در حکومت آخوندی اختصاص دارد و در آن نقش ویژه دفتر خامنه‌ای و همچنین ارگان‌های نظیر شورای عالی امنیت رژیم، وزارت اطلاعات، نیروی تروریستی قدس
و اطلاعات سپاه پاسداران توضیح داده شده است. در فصل بعدی به همکاری‌های تنگاتنگ وزارت اطلاعات رژیم و سپاه پاسداران در انجام اقدامات تروریستی پرداخته شده و در بخش پایانی با جمع‌بندی فصول کتاب نتیجه‌گیری شده که آمریکا و اروپا برای خلاصی از تهدیدهای تروریستی حکومت آخوندی باید وزارت اطلاعات را نیز همانند سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داده و سفارت‌های رژیم را ببندند و مأموران وزارت اطلاعات را تحت تعقیب قرار دهند. با سلام، توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنیم. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای پیرامون انتصاب دژخیم علی القاسی به عنوان دادستان جدید رژیم در تهران، سوابق جنایتکارانه وی که از شهریور 93 تا کنون رئیس کل دادگستری رژیم در استان فارس و قبل از آن 3 سال دادستان شیراز بوده است را برشمرده و می‌افزاید یکی از آخرین جنایات القاسی در شیراز اعدام مخفیانه 2 نوجوان 17 ساله و شلاق زدن آنها قبل از اعدام بود. خانم مریم رجوی در روز 10 اردیبهشت اعدام مخفیانه 2 نوجوان 17 ساله در شیراز و شلاق زدن آنها قبل از اعدام را یک جنایت تکان دهنده برخلاف همه معیارها و موازین انسانی و اسلامی و حقوق بشر توصیف کرد و افزود جهان متمدن، ملل متحد، شورای امنیت و شورای حقوق بشر باید این کودک کشی فجیع را محکوم کنند. این از نخستین محصولات قضائیه خامنه‌ای به ریاست آخوند جلاد رئیسی عضو کمیته مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 است. اعدام‌ها و دستگیری‌های اعلام نشده روال شناخته شده حکومت آخوندهاست. آمریکا اعدام ضد انسانی 2 نوجوان 17 ساله توسط دژخیمان حکومت آخوندی را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده از اعدام مخفیانه مهدی سهرابی فر و امین صداقت در زندان عادل‌آباد شیراز که هر دو 17 ساله بودند بهت زده شده است. مورگان اورتگاس گفت آمریکا اعدام‌های افراد زیر سن قانونی توسط رژیم ایران را محکوم می‌کند. همزمان با اعلام آماده باش توسط ولی فقیه ارتجا و این حرف خامنه‌ای که نظام از همه طرف مورد تهاجم قرار گرفته و با آرایش جنگی مواجه است، رئیس جمهور ولایت فقیه که در کرمانشاه صحبت می‌کرد سال 98 را سالی بسیار سخت توصیف کرد و به باندهای متخاصم ولایت هشدار داد که ما در شرایط جنگ هستیم. شرایطی که دشمنان ما در سال 97 و ادامهش در 98 دارن برای ما به وجود میارن شرایط بسیار سختی هست. یعنی دشمن ما رو وارد یک جنگ بزرگ اقتصادی و روانی کرده. ما امروز باید باور کنیم که شرایط ما یک شرایط عادی نیست. ما در دولت 11 تلاش فراوانی کردیم تا سد و موانع را از پیش پای مردم برای توسعه برداریم و این کار رو کردیم. کار بسیار سختی بود. بعضیا فکر میکنن جنگ خیلی سخته، مذاکره خیلی راحته. نه، مذاکره هم به اندازه جنگ سخته، منتها نوع سختی‌هاش فرق می‌کنه. ما به تعهدات خودمون پایبند بودیم. اونا تخلف کردن. در رأسش آمریکا که همه تعهدات زیر پا گذاشت. بعدش هم اروپایی‌ها هم
در بسیاری از تعهدات خودشون رو در زبان خوب اعلام کردن، در عمل نکردن. دیگران هم همینطور. حالا ما همه این شش کشور، حالا آمریکاش در رأس تخلف، و همه اونها اون مقدار که تعهد کردن به تعهد خودشون عمل نکردن و آمدن توطئه ای رو علیه ملت ایران طراحی کردن. حرفشون چیه؟ حرفشون اینه، میگن که شما امروز در مسائل منطقه، در مسائل دفاعی، در مسائل فناوری پیشرفته باید در چارچوبی که ما میگیم شما کار بکنید. آمریکاست که همه قوانین بین المللی رو زیر پا میگذاره و نیروی مسلح رسمی یک کشور رو، اون هم یک نیروی فداکاری مثل سپاه رو، تحریم میکنه و در ردیف تروریست ها به اصطلاح خودش قرار میده. گاهی وقتا بعضی از حرف ها، بعضی از مقالات، بعضی از تیترها مثل اینکه طرف اصلا یادش رفته که ما در شرایط جنگیم، فکر میکنه ما در یک شرایط عادی هستیم. به دنبال شکست ماموریت ظریف در آمریکا، آخوند روحانی در سخنرانی دیگری در کرمانشاه با ذلت و خاری به عربستان سعودی و امارات روی آورد و برخلاف شاخوشانه کشیدنهای قبلی با استغاثه و منت کشی گفت اکثرشان خوب هستند و یکی دوتایشان اشکال دارند و از خداوند استدعا می کنیم که با رژیم ایران کار کنند. الحمدلله امروز روابط ما با همسایگانمون، مخصوصا همسایگان غربی ما، حالا از بالا تا پایین از بسیار خوبه. با قسمت جنوبی هم اکثرشون خوبن، حالا یکی دوتاشون اشکال دارن. ماه رمضان از خداوند استدعا میکنیم و دعا میکنیم که عقل رو به اونها هم برگردونه. اونا هم نفعشون اینه با ایران کار کنن، نفعشون اینه با همسایگان خودشون باشن. ما با هیچ کس دشمنی نداریم. در حالی که آخوند روحانی در روز سه‌شنبه وعده داد که 6 درب دیگر برای صدور نفت رژیم باز است، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد ترکیه به جای خرید نفت از رژیم ایران، خرید بیشتر نفت از عراق را مد نظر قرار داده است. این خبرگزاری افزود آنکارا به دلیل توقف تمدید معافیت‌ها برای خریداران نفت از رژیم ایران و تحریم کامل نفتی، تمایل به خرید نفت از عراق را دارد. برخلاف امید بستن آخوند روحانی به عراق برای دور زدن تحریم‌ها، یک مهره باند مغلوب رژیم به نام حمید آصفی در تلگرام خود نوشت: یک مهره باند مغلوب رژیم به نام حمید آصفی نوشت حاکمیت برای دور زدن تحریم‌ها روی کمک همسایگان به خصوص عراق حساب ویژه‌ای باز کرده است، اما از استراتژی عراق غفلت دارد. عراق مصمم است به دنیای عرب برگردد و حتما هم برمیگردد. وی همچنین نوشت ترکیه خود با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و ترس از تحریم‌های آمریکا علی‌رغم برخی از اعتراضات سوری، توانایی و ظرفیت رشد و توسعه اقتصادی ترکیه این توانایی را ندارد که اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها که در آستانه مرگ قطعی است احیا کنند. این مهره باند مغلوب رژیم اضافه کرد با قاطعیت میتوان ادعا کرد که این ارتباطات با همسایگان جهت دور زدن تحریم‌ها به مثابه یک راهکار عبور از چالش تحریم‌های فلج کننده، راهی عبث و خودفریبی و مردم فریبی بزرگی است. همچنین رسانه حکومتی بهار با تمسخر در مورد این ادعای ظریف که دکترای دور زدن تحریم‌ها را دارد نوشت آیا ما واقعاً دکترای دور زدن تحریم‌ها را داریم؟ بین سال‌های 89 تا 92 کسانی تحت فشار تحریم‌ها
خود را به عنوان افرادی جا زدند که در دور زدن تحریم ها دکترا دارند. این دکترها میلیون ها بشک نفت را فروختند و یک ریال هم از فروش نفت باز نگرداندند. ادامه اخبار از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. به دنبال سخنان وحشت‌آلود خامنه‌ای در روز چهارشنبه که گفته بود نظام از همه طرف مورد تهاجم قرار گرفته و با آرایش جنگی مواجه است و همه مسئولین نظام باید خود را آماده کنند، سرلشکر بسیجی عبدالرحیم موسوی، سرکرده ارتش تحت امر ولی فقیه ارتجا، گفت تهدیدات امروز جدی است. البته این تهدیدات در ابتدای کار زمینی نخواهد بود، اما نیروی زمینی به عنوان محور همه عملیات‌ها باید با این وجود آمادگی خود را حفظ کند. سرکرده ارتش خامنه‌ای افزود همه نیروها باید یگانهای خودشان را با تفکر شب حمله‌ای آماده کنند و بازی جنگ را دائما تمرین کنند. اکنون گزارشی داریم از راه اندازی شرکت متقابل حکومت آخوندی برای کار کردن با اینستکس و توسل به سازوکار اروپایی تبادلات مالی که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. سه ماه پس از تأسیس اینستکس، شرکت مربوط به راه اندازی سازوکار اروپایی برای مبادله پول با رژیم که بعد از چند ماه با سرمایه 3000 یورویی راه اندازی شد و غیظ و سرخوردگی خامنه‌ای و دیگر سرکردگان نظام را به دنبال داشت، سرانجام حکومت آخوندی که با لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و تحریم‌های فزاینده نفتی و بانکی روبرو شده است، دست از پا درازتر به طرح ایجاد اینستکس که خامنه‌ای آن را شوخی تلخ توصیف کرده بود تن داده و با تأسیس شرکت متناظری برای اینستکس اعلام کرد، شرکت سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی با اروپا اینستکس به ثبت رسید و اصغر نوری به عنوان مدیر عامل این شرکت انتخاب شد. جالب این که یک روز پس از تأسیس این شرکت در تهران برای معامله با اروپا و انتشار سند ثبت رسمی آن در دستگاه قضایی خامنه‌ای، عراقچی معاون وزیر خارجه رژیم با التماس و درخواست خطاب به کشورهای اروپایی گفت حمایت‌های سیاسی کافی نیست و اروپا باید برای حفظ برجام هزینه بدهد، وگرنه برجام قادر به ادامه حیات نخواهد بود. خامنه‌ای در روز دوم فروردین قبل از لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و لغو معافیت‌های نفتی درباره اینستکس گفته بود این کانال مالی هم به شوخی شبیه است، یک شوخی تلخ. اروپایی‌ها مانند گذشته از پشت خنجر زدند. وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادن در مقابل آمریکا، می گفتن ما به تعهد خودمون پایبندیم. علاوه بر این که در مقابل آمریکا نایستادن، خودشون عملا از برجام خارج شدن، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره، البته شوخی تلخی است. در آخرین مسئله بین المللی ما باز اروپایی ها مثل گذشته از پشت خنجر زدن، به ما خیانت کردن. از اینا توقع نمیشه داشت، هیچ توقعی نمیشه داشت. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی درباره اینستکس گفته بود این فرمول تحقیر کننده حتی نفت در برابر غذا نیست که برای عراق وضع کرده بودند. چون اروپایی ها نفت ما را نمی خرند، فقط به عنوان یک منجی به ما اجازه می دهند، با پول نفتی که آنها اجازه فروشش را دادند، از آنها غذا و دارو را به قیمتی که فروشنده انحصارگر تعیین می کند بخریم. قاضی‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاء در روز ثبت اینستکس گفت سازوکار اروپایی تنها یک کاغذ است و هیچ کارایی برای نظام ندارد. شرط اجرای این سازوکار و راه افتادن اینستکس، پیوستن رژیم به کنوانسیون مربوط به FATF و مذاکره بر سر توقف برنامه‌های موشکی رژیم است و هنوز این سازوکار اجرایی نشده است
کیهان خامنه‌ای در این باره نوشت: بر حسب گزارش‌ها دو شرط عجیب برای راه اندازی این سکس گذاشتند. یکی اینکه نظام به FATF بپیوندد و دیگر آنکه در زمینه موشکی وارد مذاکره شود. مارک دوبوویتس، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها، گفت: این ایده که ما در این رژیم با ادعای اصلاح طلب مواجهیم توهمی بود که دولت اوباما داشت، ولی پرزیدنت ترامپ چنین توهمی ندارد. مارک دوبوویتس در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز گفت: پرزیدنت ترامپ با توافق اتمی ایران خارج شد و او حق داشت که این کار را انجام دهد، زیرا رژیم ایران به حرکت خود به سوی تسلیحات اتمی ادامه می‌داد. وی اضافه کرد: در رژیم ایران چیزی به نام تندروها و میانه‌روها وجود ندارد. آنها هیچ فرقی با هم ندارند. در اهدافشان علیه آمریکا و ایجاد بحران و آشوب در خاورمیانه و ساختن بمب اتمی و موشک‌های حامل آن مشترکند. و این ایده که ما در این رژیم با ایده اصلاح طلب مواجهیم توهمی بیش نیست. این توهمی بود که دولت اوباما داشت، ولی دولت ترامپ و شخص پرزیدنت ترامپ چنین توهمی ندارند. There are no hardliners or reformists in the regime in Iran. There's no distinction. There are hardliners and hardliners, and they're all united in their objective to undermine U.S. national security, to wreak havoc across the Middle East, to build nuclear weapons and the missiles to deliver them. So this notion that somehow we're dealing with reformers or moderates in this regime is a delusion, and it's an unfortunate delusion that the Obama administration had, and President Trump and his administration do not have. مارک دوبوویتس هدف کارزار حداکثر فشار دولت ترامپ بر رژیم آخوندی را محروم کردن این رژیم از منابع مالی برای تامین هزینه‌های تروریسم و برنامه‌های موشک بالستیک و برنامه اتمی دانست و یادآوری کرد که در سلسله تظاهرات خیابانی در ایران در دی ماه 96 و پس از آن هزاران نفر به خیابان آمده و فریاد می‌زدند: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. می گفتند: چرا پول را خرج حزب الله و حماس می کنید به جای آنکه خرج مردم ایران بکنید؟ و افزود: من فکر می کنم مردم ایران بعد از 40 سال رفتار وحشیانه و سرکوبگرانه این رژیم خواستار خلاص شدن از آن هستند و فکر می کنم ما هر کاری را که می توانیم باید انجام دهیم تا به تحقق دموکراسی و آزادی در ایران کمک کنیم. بینندگان عزیز، در پایان خبرهای این ساعت توجه شما را به روشنگری خانم نرگس قفاری، مسئول رادیو ایراوا در کانادا، درباره تحت فشار قرار دادن یک عضو خانواده‌اش در ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران و پاسخ قاطع او به این رفتار ضد انسانی دیکتاتوری آخوندی که آن را در فیسبوک خود منتشر کرده است جلب می‌کنیم. سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. صبح دوشنبه 2 اردیبهشت 98، حوالی ساعت 9 به وقت اتاوا، یکی از اعضای خانواده ام که چند روز پیش از آن در پیامی خبر داده بود که موضوع خیلی مهمی را باید با من در میان بگذارد، با من تماس گرفت. ماموران اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران این عضو خانواده ام در ایران را تحت فشار گذاشتند تا من که در کانادا زندگی می کنم از فعالیت های آزادی خواهانه ام علیه رژیم ضد ایرانی و ضد زن آخوندها دست بردارم. آنها از طریق وی به من دستور داده و مرا تهدید کردند که یا دست از تبلیغ علیه رژیم بردارم، در این صورت با من کاری نخواهند داشت، به ایران بازگردم، به ایران بر نگردم و به کارم ادامه بدهم، یا در کانادا بمانم ولی با اطلاعات سپاه همکاری کنم. میبینید چه گزینه‌های این قاتلین مردم ایران و سوریه برای من که 9981 کیلومتر از ایران دورم جلوی پایم گذاشتند؟ تعجب این است که چگونه این قاتلین که اینک در لیست تروریستی هستند
به خود جرأت می دهند از آن طرف دنیا برای من گزینه تعیین کنند. ناگفته نماند که عامل مهم و اصلی این نوع تهدیدات البته حمایت های من از سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در این سالیان بوده و هست. در فایل صوتی که در همین پست می شنوید، عضو خانواده ام را تحت فشار گذاشتند تا من از این چهار گزینه یکی را انتخاب کنم. به من وقت دادند تا یکی دو هفته فکر کنم و تصمیمی بگیرم که برای کسی مشکلی به وجود نیاید. من به یکی دو هفته وقت نیازی ندارم و همین الان جواب را حاضر دارم. و اما جواب من، از آنجایی که مواضع من همیشه روشن و شفاف بوده و هستند، انتخابم را بدین وسیله به آگاهی عموم میرسانم. انتخاب من نرگس قفاری، فعال سیاسی و حقوق زنان، مجری و تهیه کننده رادیو ایراوا، سرنگونی تمامیت رژیم آخوندها و برقراری دموکراسی و آزادی در ایران اسیر است. و در این راه همراه با مقاومت ایران از هر امکانی که در دست داشته باشم برای عملی شدن این اهداف استفاده خواهم کرد و تا آنجا که در توان داشته باشم در این راه قدم برخواهم داشت. در همین جا باید بگویم که هر گونه اتفاقی برای خانواده‌ام در ایران بیفتد، تمامیت نظام آخوندها را مسئول آن می‌دانم. به اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران هم باید بگویم که این تهدیدها دیگر اثری ندارند و تنها باعث تشدید فعالیت‌های من علیه تمامیت حکومت آخوندها خواهند شد. عمر حکومت شما رو به پایان است و به زودی در دست عدالت قرار خواهید گرفت. زنده باد آزادی، مرگ بر اصل ولایت فقیه. نرگس غفاری، 4 اردیبهشت 98، 24 آوریل 2019. کلیپ صوتی گفتگوی تلفنی مربوط به پیام تهدیدآمیز اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران که نرگس غفاری آن را در روشنگری شجاعانه خود منتشر کرده بدین قرار است. موضوعش رو خواهم بریم سن دیگه. باشه دیگه. بگو بگو بگو. خب اینا میگن یکی اینکه شما اصلا کلن این کارا دست برداری. خب. یعنی کلن تبلیغ علیه اینا نکن. خب. علیه سیستم و فلان داره. اینا دیش تبلیغ نکن. هیچ کاری هم نداریم باز. هیچ کاری نکن. خب چون که شما سابقه آنچنانی نداری و قول معروف اوکی کاری نکنی و قول معروف اونم کاری نداشت. دومی اینه که شما اصلا اگه دلت میخواد برگردی، اگه بخوای برگردی اینجا چون میگن آقا ما کمک هم میکنیم و مشکلی نیست میتونی برگردی. صرف میشه میگن که آقا شما میتونی برگردی خب و کارت هم ادامه بدی حالا به تصمیم خودت دیگه. یعنی میگی نه به همه اینا، میگی نه. و چهارمین حالت هم این که میتونی مثلا اونجا بمونی و اینا همکاری کنی. خب و همکاری چی میخوان؟ بهت گفتن چه همکاری میخوان؟ نه گفتن که ما خودمون باشم باید میشیم دیگه. آها حالا دیگه چی از دست خودتون برمیاد چی به هم میگین اونا رو من ربطی نداره، ولی خب یعنی با من اصلا توش دخیل نیستم. ولی گفت اگه بخوای برگردی ما از طریق تو مثلا کمکش میکنیم که برگرده اگه دوست داره برگرد. ازت جواب میخوان؟ نه به بخش دادن؟ نه به صورت نه من جواب میخوان ولی نه به این صورت. آها صورت نه یه دو هفته ای قشن نخ بذار خودت ببین به کدوم نتیجه میرسی چی کار میتونی بکنی. خب از خودت تصمیم بگیر ببین از این چهار تا راه هر کدوم انتخاب کردیم و بهشون میگیم. خودشون هم میتونن مستقیم از خودت بپرسن همینا رو. اونجا تلاششون اینه که از طرف یه نفری که بالاخره آشنایی میخوان ببین خیلی هم به من سعی کردن که اطمینان بدن، من تا یه حدی هم باور کردم، خیلی میخوان اطمینان بدن که هیچ مشکلی برای تو پیش نمیاد. میدونی؟ یعنی هیچ مشکلی برای پیش نمیاد و هیچ مشکلی نخواهی داشته. خب نگفتن چرا میخوان با من همکاری کنن مثلا؟ دلیلی که اصلا منو در نظر دارن چیه؟ این شما تو بخش خبری داری کار میکنی بالاخره. خب خب درسته بخش خبری کار میکنی. حالا اینا
حتما مطمئنن فکر میکنن که ارتباطات زیاده دیگه. حالا از اون ارتباطات استفاده کنند. من اینجور فکر میکنم و چیز تصور منه. اینه اونا هیچ حرف مستقیم نمیزنن در این باره. فقط اونا این گفتن گفتن آقا یه همچی چیزایی هست. این چهار تا گزینه هم قول معروف روی میزه. حالا خودت شما بگو اون خودش انتخاب کنه. در صورت انتخاب کنه. چون بالاخره بعد از اون یکی دو هفته چیزا رو خواستی حتی تحلیل کنی. نمیدونم تصمیم نتونستی بگیری. دل خواست برگردی. به هر عنوانی و هر سیستمی هر جوری که فکر میکنی. اگه فکر میکنی برات خطری نداره. مشکلی نداره. میتونی برگردی اونجوری. اگه فکر میکنی نه اصلا همه اینا قول معروف درست نیست و همش بازیه. میتونی اصلا کلا قبول نکنی. اینکه اصلا بمونی اونجا کار نکنی. تو اصلا مشکلی هم برای کسی پیش نیاد. مشکلی که هی میگی چیه مشکل؟ میگم اون مشکلی که اونا میگن به وجود نمیاد چیه؟ میگم اونا چیزی نگفتن، اصلا مشکلی چیزی نگفتن، من دارم میگم. روشنگری شجاعانه نرگس غفاری درباره ترفند کثیف و ضد انسانی سپاه تروریستی پاسداران و اطلاعات آخوندی نمونه ایست از موارد بسیاری که سپاه و اطلاعات رژیم ضد بشری آخوندی بستگان و اعضای خانواده های مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را برای وادار کردن آنها به همکاری با دشمن تحت فشار می‌گذارد و مورد تهدید و تطمیع قرار می‌دهد. طبق گزارش‌ها و اسناد کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت و گزارش‌های ضد اطلاعات ارتش آزادی بخش ملی ایران و کتاب‌ها و مقالاتی که در این خصوص منتشر شده، تاکنون حتی یک مورد از خصومت‌های مزدوران ارتجاع تحت پوش خانواده مجاهدین یا اعضای سابق وجود ندارد که سپاه یا اطلاعات دشمن و نیروی تروریستی قدس در پشت آن نباشند. اقدامات و تشبثات رژیم بخشی از جنگ جاری مقاومت با دشمن پلید و البته نشانه درماندگی و حضیض استیصال رژیم و بخشی از طرح و برنامه های شیطانسازی و تروریسم است. بهترین راه مقابله با آن نیز افشای بلادرنگ این ترفندها برای هموطنان و یاران و حامیان مقاومت و همچنین مطلع ساختن گزارشگران و ارگانهای حقوق بشری در سازمان ملل متحد است. بینندگان